یعنی بخوام وای پرایم و ایکس رو به دست بیارم، حاصل میشه چی؟ حاصل میشه سی یک ای به توان ایکس بل منهای سی دو ای به توان منفی ایکس. پس دقت بکنید که مشتقش میشه چی؟ این عبارتی که اینجا نوشتم میشه خودش، یعنی سی یک ای به توان ایکس مشتقش میشه خودش، سی دو ای به توان منفی ایکس مشتقش میشه منفی سی دو ای به توان منفی ایکس. خب پس اگر مشتق مرتبه اول وای رو من محاسبه بکنم، حاصلش میشه وای برابر وای پرایم برابر با سی یک ای به توان ایکس منهای سی دو ای به توان منفی ایکس. خب حالا بیایم اینجا x مساوی با 0 قرار بدیم. x مساوی با 0 وقتی که در e به توان x قرار داده بشه حاصلش میشه 1، یعنی حاصل e به توان x به ازای x مساوی با 0 1، و همچنین حاصل e به توان منفی x هم به ازای x مساوی با 0 مقدارش برابر با 1. پس وقتی که در مشتق مرتبه اول y x مساوی با 0 قرار میدیم، حاصل میشه c1 منهای c2. خب پس دقت بکنید سمت راست معادله ما هم یک هستش و ما با سمت چپ بار رو با سمت راست یکی قرار بدیم. پس سی یک منهای سی دو حاصل شده یک. این از مشتق مرتبه اول وای به دست اومد. حالا بریم سراغ معادله دوم، یا بهتر بگیم شرایط مرزی دومی که به ما دادن، تا سی یک و سی دو رو به دست بیاریم و بتونیم پاسخ خصوصی معادله دیفرانسیلی که اینجا به ما داده شدن رو محاسبش کنیم. خب برای معادله دوم ما باید فقط x مساوی با 0 رو قرار بدیم، یعنی هیچ مشتقگیری لازم نیستش. اگر که x مساوی با 0 رو در این عبارت قرار بدیم، حاصل میشه c1 به علاوه c2. چرا؟ چون گفتیم که e به توان x و e به توان منفی x جفتشون به ازای x مساوی با 0 مقدارشون برابر با 1 هستش. بنابراین c1 به علاوه c2 هم حاصلش میشه 0، چون سمت راست اینجا برابر با 0 هستش. خب اگر که این دو معادله دو مجهول رو حل بکنیم، حاصل c1 به دست میاد 1/2 و حاصل c2 هم به دست میاد منفی 1/2. حالا وقتی که این به دست اومد، یعنی C1 و C2 رو اومدیم محاسبه کردیم، میایم در این عبارت جایگذاریش میکنیم، میگیم که Y برابر استش با 1/2 E به توان X منهای 1/2 E به توان منفی X. خب همونطوری که میبینید پاسخی که اینجا به دست آوردیم فارغ از هر گونه پارامتر ثابتی هستش که ما در پاسخ عمومی داشتیم، یعنی C1 و C2 دیگه اینجا وجود نداره و فقط پشت سر E به توان X و E به توان منفی X ما یک عدد هستش. این فرم رو بهش میگن پاسخ خصوصی، این فرم رو هم بهش میگن پاسخ عمومی. پس دقت بکنید تفاوت پاسخ عمومی و پاسخ خصوصی رو در چی هستش و چطوری تونستیم از پاسخ خصوصی به پاسخ عمومی برسیم. خب شاید تا اینجا فکر بکنیم که معادله دیفرانسیل رو حل کردیم، جوابش رو هم به دست آوردیم، یعنی یا پاسخ عمومی معادله دیفرانسیلمون داره یا پاسخ خصوصی، از این دو حالت دیگه خارج نیست. جوابم به این صورت هستش که بله، پاسخ عمومی صدق میکنه در معادله دیفرانسیل، همینطور پاسخ خصوصی. ولی ما یک نوع دیگه از پاسخ هم داریم که از راه تحلیلی که اینجا رفتیم به دست نمیاد. دقت بکنید که اینجا ما پاسخ عمومی رو وقتی به دست آوردیم، پاسخ خصوصی رو اومدیم ازش حساب کردیم بر حسب شرایط اولیه، ولی نوع سوم پاسخی که میخوایم محاسبه بکنیم فارغ از این دوتا پاسخ هستش، یعنی از این دوتا پاسخ به دست نمیاد. خب دقت بکنید، پس ما اگر بخوایم یک تعریف کلی از پاسخ سوم داشته باشیم، میتونیم بگیم که پاسخ غیر عادی میشه پاسخی که از جواب عمومی معادله دیفرانسیل به دست نمیاد ولی در معادله دیفرانسیل صدق میکنه. خیلی جالبه، خیلی خیلی جالبه. چرا؟ چون ما اومدیم یک پاسخی رو به دست آوردیم، یعنی یک پاسخی رو فرض کنید پیدا کردیم که در معادله دیفرانسیل ما صدق میکنه، ولی از راه تحلیلی که رفتیم پاسخ عمومی رو به دست آوردیم، از اون راه به دست نمیاد. خب حالا این پاسخ غیرعادیه رو چطوری به دستش بیاریم یا اصلا چی هست رو در ادامه توضیحش میدیم. فعلا به یاد داشته باشید که پاسخ معادله دیفرانسیلی که ما برای این آموزش قرار به دست بیاریم شامل 3 تا پاسخ هست، هرچند که ما به پاسخ عمومی و پاسخ خصوصی بسنده می کنیم و سراغ پاسخ غیرعادی نمی ریم، چون پاسخ غیرعادی اهمیتش کمتره، یعنی پاسخ عمومی و پاسخ خصوصی.
lá bồ làng đi là đặt phải ăn ở ngoài Hà Nội, Sài Gòn đấy các bạn ạ. Dân quê mình thì nhiều nhưng mà dân Sài Gòn là dân Hà Nội là cái rau này là rau đặc sản này các bạn. Còn lá sâu thì mình phải cấu đi này, lá khô rồi mình phải cấu đi này. Ngon không các bạn?